سلام، در این ویدیوی کوتاه قصد داریم یک جایگزین مناسب برای محیط برنامه نویسی گوگل کلاب معرفی کنیم. به دلایل مختلف ممکن هست شما ترجیح بدید که از محیط گوگل کلاب استفاده نکنید. یکی از اونها این هست که برنامه نویسی تو محیط کلاب باید کاملا به صورت آنلاین انجام بشه، یعنی اگر شما ارتباط اینترنتی نداشته باشین نمیتونین از این محیط استفاده بکنید. و اینکه ممکن است شما به دلایلی ترجیح بدید، به عنوان مثال کدهاتون و داده هایی که اونها رو قرار هست تحلیل بکنید کاملا آفلاین و روی کامپیوتر خودتون باشه و جایی آپلود نشه، و این دلایل ممکن شما ترجیح بدین با یک ورژن آفلاینی از گوگل کلاب کار بکنید که خوشبختانه این وجود داره و در واقع محیط جوپیتر نوتبوک یه محیط کاملا شبیه گوگل کلاب هست، از نظر اینکه شما در قالب نوتبوک و یک محیط تعاملی کدتون رو میزنید و از نظر همه ویژگی ها و قابلیت ها شبیه مدل در واقع محیط گوگل کلاب هست، که من الان خیلی سریع توضیح میدم شما چطور میتونید از این محیط استفاده کنید. تنها تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که چون قرار هست به صورت آفلاین شما از این محیط جوپیتر نوتبوک استفاده کنید، لازم هست یک نرم افزاری رو نصب بکنید. این نرم افزار که در واقع یک مجموعه نرم افزاره که یکی از اونها جوپیتر نوتبوک هست و سایر نرم افزارهایی که توی این مجموعه هست اونها هم نرم افزارهای مفیدی هستن برای تحلیل داده، هم با پایتون و هم با زبان آر، در واقع اسمش هست آناکوندا. شما اگر سرچ کنید آناکوندا پایتون این سایت رو پیدا میکنید، وقتی وارد بشید همین صفحه اول امکان دانلود رو مشاهده میکنید که اگر روی دانلود کلیک بکنید دانلود شروع میشه، و وقتی که دانلود انجام شد و مراحل نصب رو که خیلی سرراست هست طی کردین تا انتها رفتین، در واقع از منو پروگرام شما میاید و آناکوندا رو پیدا میکنید و آناکوندا نویگیتور رو ران میکنید، که الان من چون قبلا نصب کردم این نرم افزار موجوده، اجراش میکنیم با هم ببینیم با چه محیطی مواجه میشیم. بله، خب این محیط مجموعه در واقع آناکوندا هست. همونطور که می‌بینید مجموعه از نرم افزارهای مختلف اینجا هست که همه در واقع از نوع محیط‌های برنامه نویسی هستن برای کار کردن با پایتون عمدتاً، البته آر هم توشون هست. اون جزئی که ما باهاش کار داریم این جوپیتر نوتبوک هست که اینجا مشاهده می‌کنید. من لانچ رو اینجا می‌زنم و الان محیط برنامه‌نویسی جوپیتر برای ما باز میشه. یه ویژگی جالبش هم این هست که در محیط در واقع براوزر اجرا میشه، گرچه هیچ نیازی به ارتباط اینترنتی نداره، یعنی شما کاملا آفلاین هم که باشین این توی براوزر باز میشه و میتونید برنامه‌تون رو رام بکنید. و اینجا حالا یه دایرکتوری هوم اینجا هست که به صورت دیفالت فولدر داکیومنتس هست. من یه فایل پایتون 3، نوتبوک پایتون 3 اینجا ایجاد میکنم، یه تب جدید باز میشه و این محیط نوتبوک جوپیتر هست. همه دستورهایی که ما توی کلاب ران میکردیم و اینجا میتونیم ران کنیم، همه پکیجایی که به صورت پیش فرض تو کلاب وجود داشت اینجا هم توی جوپیتر وجود داره و ما میتونیم در واقع کدمون رو ران بکنیم. به عنوان مثال با یک پکیج نامپای شروع میکنیم و مثلا یه ماتریس رندوم مثلا از سایز
ده در ره ایجاد بکنیم. بله میکنم. بله یه ماتریس مثلا 10 در 10 رندوم نرمال ایجاد کردیم. حالا خلاصه بحث این که در همین حد ساده شما میتونید محیط جوپیتر نوتبوک رو نصب بکنید و همه کارهایی که ما تو کلاب انجام میدادیم رو اینجا انجام بدین. قاعدتا اگر دیتایی رو قرار هست بخونید، فایل اون در واقع دیتا باید روی کامپیوترتون موجود باشه و مثلا دستور فرض کنین pd.read.csv مثل محیط کلاب در واقع وجود داره. اگه شما پکیج پانداز رو ایمپورت بکنید pd.read.csv میتونید اینجا آدرس فایل رو بزنید. اگر هم از پکیج هایی به عنوان مثال مثل یاهو فایننس که مستقیما دیتا رو به صورت آنلاین میگیرن استفاده کنید، باز هم هیچ مشکلی نداره، ولی خب در اون صورت باید ارتباط اینترنتی داشته باشین که جوپیتر نوتبوک وصل بشه به اون در واقع سرور مربوطه و دیتای لازم رو بگیره و بعدش بتونید اون رو تحلیل بکنید. خب امیدوارم مفید بوده باشه و خدا نگهدار.